دوستانی عزیز، با نزدیک شدن روزنه ترانسفری زمستانه خبر اوضاع اوید ایوازی دسته کردن این اون فوتبال باز خیلی زیادند. نیوکاسل می تواند نیم حمایتگر یوونتوس را بخرد. ستاره پیشتره بارسا شاید از پی‌اس‌جی برگردد. چون آنانا مهمترین خبرها را از عالم فوتبال جمع آوری کردیم، ولو پیشکش شما میگردونیم. لایک موندن و ابنا شدن در کانال رو فراموش نکنید. مو باشیم، آغاز میکنیم. ولی پیش از سر کردن میخوام دانش فوتبالی شما رو بسنجم. در کامنتار نویسید که ممفیس دپای در منتخب نیدرلند با رقم چند بازی میکند. با سوال گذشته مو اولی شدن محسن میرزایف جواب درست داد. تنفس منتخب ها که در آن رقابت ها برای روخت به جام جهان برگزار گردند به انجام رسد و 20 نوامبر فوتبال دسته ای برمیگردد. تماشای بازی ها را با ایکس میتوانید جالب تر کنید. رگیستراسیه آسان، پر کردن مبلغ از تمام گوشه و کانال دنیا و کوفیسینت های بلند. ولی اصلا مهم بونوس $100 دلار در اولین پرداخت با پرومکد میدان. همه معلومات در کامنتاریا. به همه موفقیت. مو دیر بوز درباره نیوکاسل خبر نقل نکرده بودیم، هرچند که روبرون نو این دسته ثروتمندترین نفران میباشند. چند پیش اکاهای دومدراز ترنر نو خود را رسما تعیین کردند که این ادی خاو میباشد. ادی چندم متخصصی نامدار نیست، ولی دستاورد مهمترین او در موسم 2014-15 با پرمیر لیگ برآوردن بورنموث اولین بار در تاریخ این دسته میباشد. اکنون او کوشش میکند که نیوکاسل را با خزنه پر از پولش وسط جدول انگلیا بارورد. ترنر نو همراه با روبرات دسته اولین ترانسفر را در روزنه زمستونه به نقشه گرفتند. طبق معلومات نشه با دسته انگلیسی میتواند آرن رمزی همراه شود. نیوکاسل آماده است با او شرطنامه مهلتش تا سال 2024 پیش نماید. به شبه ماوش او خوب کلون خواهد بود. ارزش گزارش او 10 میلیون یورو خاکسورانه را تشکیل خواهد کرد و عمر رمزی از این بیشتر نرخ ندارد. بله، آرن یگون سوپر قهرمان نیست، ولی انی خط نیمه حمایه نیوکاسل را پرقوت خواهد کرد. مهمتر از همه او در پرمیر لیگ تجربه دارد. همچنین اکاهای دومدراز به فوتبال بزرگ چمپیونات داخلی نیز چشم دوختند. یکی از هدف های آنها حمایتگر منچستر سیتی ناتان اکی باشد. پپ گواردیولا از خدمت رسانی او تماما استفاده نمی کند و آینده اکی را در دسته خود نمی بیند. اگر به معلومات نشه ها باور کنیم، پس خود اکی هم زید نیست که دستش رو عوض کند. اگر او در سیتی نتواند، شاید زید سیتی کراش برار گیرد. ناتان با ترنر حضوره نیوکاسل ادی خاو در بورنموث یکجا کار کرده است و محض به همین خاطر میتواند به این دسته گزارش کند. شما آینده نیوکاسل را چگونه تصور میکنید؟ حتما در کامنتار نویسید. نیمار قریب نیست و این موسم مصبوشی حالت بدی ورزشی به میدان نبرمد. چنون به نظر میرسد که پاریژو از جرواتوی همیشگی و رفتاری نچندان خوبش خسته گردیدند. طبق معلومات نشه ال ناسیونال به او نگاه نکرده که حالا شاردمای حملگری برزیلی سال 2025 به انجام میرسد، ولی پاریژو میخواهند پس از انجام این موسم از او خلاص شوند. همین طور صاحب ملک پی‌اس‌جی ناصر آل‌خلیفی میخواهد او را به یکچند دستههای اروپایی پیشنهاد کنند و حتی با یکچند تای آنها به علاقه برآمد و پیشنهاد کرد که نیمار را بخرند. پاریژ میخواهد که او را یگان دسته انگلیسی یا اینکه بارسلونا خریداری کند. شیخو میخواهند که از فروختن او مبلغ کلانترین امکانپذیر را به دست آورند و اگر نرخ او را از ترانسفر مارکت بینیم، پس سخن اوید گزارش با ارزش بیشتر از 100 میلیون یورو میرود. با اون نگاه نکرده که بارسلونا میخواهد نیمار را برگرداند و حتی در این باره لاپورتا چندین بار گپ زده بود، ولی این دسته اینقدر مبلغ ندارد. بنابراین نام کاتانی ها را از این روخت تازه میکنیم. معلوم نیست که برای چی این هوب پی‌اس‌جی میخواد از نیمار خلاص شود. آخر او مثل پیشتر نیست و در بسیاری بوسو دستش رو از بخ نجات میدهد. همچنین فراموش نمیکنیم که مبپی هم تا بیسون از دستم میرود. از این بر میاد که شیخو چی نقشه دارند، زیرا اگر به حالت از یک طرف نگاه کنیم، پس یگون بهونه فروختن نیمار رو نمیبینیم. عموما وقتی آخر همین نشه ال ناسیونال بسیاری بد خبرهای گوناگون میدهد. دیروز سالا رو با بارسا خوشگوری کرد، امروز باشد نیمار رو. شاید این نشه خبر ندارد که در دسته کاتانی کریسی سختی مولوی است. اگر خبر میداشت این گونه معلومات رو نهی برآورد، ولی معلومات این معلومات است و واسه مو خبر دادن همه آنها به شما میباشد. در اصل چی رخ میدهد وقت نشان خواهد داد. پس از پشت خوردن اتحاد شوروی نزد فدراسیون فوتبال تاجیکستان یک مسئله مهم واگذار کرده شد، انتخاب کردن کنفدراسیون. تاجیکستان هم چون عضو سابق اتحاد شوروی در حقیقت میتوانست به اویفا شامل گردد. برای مثال از این امکانیت قزاقستان استفاده کرد. در اصل قزاقستان کشور آسیای میانه است، ولی ببینید که در کنفدراسیون اروپایی هنرنمایی میکند. تاجیکستان باشد کنفدراسیون فوتبال آسیا را انتخاب نمود. اکنون تصور کنید که دسته های ما میتوانستن همچون دسته های اروپایی حساب شوند و شاید تا امروز حالا دیگر میشد ما یکی از آنها را در لیگ اروپا و یا لیگ چمپیونها میدهیم. گذشته در گذشته مان ما رو همچون یک تاریخ یادآور میشویم و یک آهی سبوک میکشیم. اکنون که اوید قزاقستان و تاجیکستان گپ زدیم، باید خاطررسان کنیم که دیروز این منتخبها با هم بازی دوستانه انجام دادند. اگر به ستاتیستیکای بازی نگاه کنیم، پس بچههای ما از منتخب به قول اروپایی بهتر هنررمایی کردند، ولی مشکل اساسی دروازه‌بان است.
اون اشتباهی که شوروخ قرغزبایف انجام داد ارزش گل رقیبون رو داشت و ما سمون یک گل تقدیر رقابت رو حل کرد. فدراسیا برای فعالیت عثمان توشف که یگان نتیجه نداد $80,000 رو صرف کرد، اما نتوانست با ارزش $500 حقوقشناسی رو تعیین کند تا اون تواند مسئله دروازه‌بان نیکولاس توشیش رو حل نماید. هرچند که او از سربیا است ولی شهروندی تاجیکستان رو دارد، اما از چه سبب باشد که فیفا با او اجازه اشتراک در منتخب مرو نمیدهد؟ همون ادوکاتی که در بالا گفته میتوانست این مشکل رو حل کند و ما در خط دروازه بازنگان رقابت پذیر رو داشته باشیم. قبلا از پشت به تجربگی دروازه‌بان دیگر مهریدین حسنوف استقلال از لیگ چمپیونه آسیا پرید، اکنون باشد قرغزبایف انتقارمون گردید. نسبت ترنری دسته مبین ارگش فهم سوالهای زیادی هستند. چرا او حد یقل به این بازی دوستانه بهترین حمایتگر لیگ اولی تاجیکستان فتلو فتلویف رو دعوت نکرد؟ از روی یک بازی با کار ارگش با او دادن درست نیست، ولی به فکر من نامزد ایدئالی ایگر چرفچنکو بود. اوید این موضوع من در بسیار ویدیوهایم نقل کردم. تعیین کردن ارگش از اول قوری نچند و درست بود. نتیجه های او در دوره اولی ترنریش در منتخب خیلی بد بودند. مخلصان از این قرار ناراضی موندند. حیرون نمیشویم اگر پس از مبین ارگشوف باز عثمان توشف به این وظیفه برگردد. برای فدراسیای فوتبال چنین قرارها برآوردن رسم عادت شده است. شما در این باره چه فکر دارید؟ آیا با چنین حال ارگش میتواند ماه فوریه تاجیکستان رو به جام آسیا برارد؟ حتما در کامنتر نویسید. و رحمت که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. خیر.